همه چیزمون پر از شن شده. اکی اینم که از کار افتاده. ساعت چند هم حسین؟ هفت و نیمه. دو تا دیگه بکوبم کارم تمومه. مگه نمیبینی یه نفر اینجا خوابیده؟ این دنگودون چکی رو انداختی؟ تموم شد بس جونی، یکی دیگه بیشتر نمونده. مرد حسابی، گفتم بهت که میخوام بخوابم. همه چیزمون پر از شن شده. شن بد مصب. هفت سال آزگاره که تو گردن تو این شن فرو رفتی. هفت سال آزگار توی سرما گرما. جوش نزن، ناخوش میشی بس یونی ها. تو نمیخواد نگران من باشی. من چی بکنم؟ واسه خودت خودت میرم. من چی؟ ها چیه؟ چی داری میگی ها؟ چی داری پچ پچ میکنی؟ از من خوشت نمیاد؟ منم از تو خوشم نمیاد. ای بس یونی، چه خبرته؟ چی شده؟ چی شده؟ خسته شدم، کسلم، طاقتم تاق شده. نگفتم از تو بدم میاد که بسیونی. ببین دیگه به من نگو بسیونی، فهمیدی؟ دیگه به من نگو بسیونی. خیالم نکن که مثلا ما خیلی با هم رفیقیم. دیگه منو بسیونی صدا نزن. بسیونی بد شد، ببخشید. بس تو رو چی صدا بزنم بسیونی؟ گفتم منو بسیونی صدا نزن. بر شیطون لعنت، بس چرا نمیگی چی صدات بزنم؟ داری منو مسخره میکنی ها؟ داری منو دست میندازی؟ یعنی تو نمیدونی که منو چی صدا بزنی؟ تو بهش بگو عمو حسین. نمیخواد، خودم فهمیدم. خب میخواستی اینو از اول رک و راست بهم بگی. تو دلت میخواد من تو رو آقای بسیونی صدا بزنم، در صورتی که هفت سال تموم بسیونی خالی بودی. اون هفت سال پیش بود، اما حالا دیگه اوضاع فرق کرده. من اصلا میخوام بدونم که ما تو این صحرا چیکار داریم میکنیم. اما خب ما داریم توی صحرا حفاری. ببین از تو نپرسیدم. داری از من میپرسی؟ پس فکر کردین از کی میپرسم؟ دقیقا چه چیزی رو میخوای بدونی؟ ما پی چی میگردیم؟ الان هفت سال آزگاره که تو این صحرا حفاری میکنیم. حالا بعد از هفت سال تازه صداد در آمده؟ این دیگه به خودم مربوطه. من آزادم، هر وقت دلم خواست صدام در بیاد. نه تو آزاد نیستی. کاری که ما انجام میدیم اصلاً با آزادی جور در نمیاد. حالا که آزاد بهتر شده، فیلت یاد هندستون کرده و شروع به نق زدن کردی؟ اوضاع من چه بهتر شده باشه چه بدتر به کسی مربوط نیست. من پرسیدم که ما اینجا دنبال چی میگردیم؟ خودت بعدن میفهمی. چند وقت دیگه؟ وقتی که پیداش کردیم. چیو پیدا کردیم؟ همونی که دنبالش میگردیم. آخه اون چیز چیه؟ نفته؟ دنبال نفت که اینجوری نمیگردن. الماسه؟ تو این صحرا که الماس وجود نداره. طلاست؟ آهنه؟ اینجور چیزا که تو این صحرا پیدا نمیشه. خیلی خوب، پس خودت بگو که هفت سال دنبال چی میگردیم؟ به قراردادی که بین من و توست احترام بذار بسیونی. یکی از مواد این قرارداد میگه که تو هیچ وقت نپرسی دنبال چه چیزی میگردیم. تو فقط باید کار بکنی. همین. به میتوالی نگاه کن، داره کارش انجام میده بدون این که حتی یک سؤال هم بکنه. خب واسه اینکه این احمقه، بی سواده. آقای بسیونی دیدی بهت گفتم آقای بسیونی؟ پس خواهش میکنم
مؤدب باشید. عجب اوضاعی، عجب اوضاعی. حالا دیگه کار من به جایی رسیده که یک آدم بی سواد احمق داره در حضور شما منو مسخره میکنه. ببینم توی قرارداد اومده که باید منو مسخره کنن ها؟ تو دلت میخواد به میتواری فحش بدی بدون اون که اون جوابت رو بده. گوش کن بسیانی، آروم باش پسرم، آروم و عاقل. میدونم این روزا اعصابت خراب شده، صحرا آدمو به این روز میندازه. نه نه، من خیلی هم آروم و عاقلم. صحرا هم اعصاب منو خراب نکرده. من میتونم 100 سال دیگه هم اینجا باشم و راحت باشم. اعصاب منم کاملا سر جاشه. خیلی خوب، پس کار کن و مزدتو بگیر و ساکت باش. 7 سال عمرمو تو این صحرا به هدر دادم، باز میگی کار کن و ساکت باش؟ نه، عمرتو به هدر ندادی. وقتی آمدی پیش من خوندن و نوشتن بلد نبودی. این من بودم که بهت یاد دادم. به کمک من دیپلم گرفتی. این من بودم که دستتو گرفتم و توی دانشگاه گذاشتم. و حالا شدی آقای بسیانی، شدی دانشجوی رشته بازرگانی. پس میبینی که عمرتو به هدر ندادی. تازه؟ اینجوری هم که باشه، باز هم من یک انسانم. به خاطر اینکه یه روزی مثلا کمکم کردی باید از من توقع بردگی داشته باشی؟ فکر کردی من کی هستم ها؟ کی هستم؟ یه اسب اسراری که دور خودش میگرده و ندونه برای چی میگرده؟ من اصلا اهمیت نمیدم که توی اون قرارداد چی نوشته شده. الان وقتشه که بدونم ما دنبال چی هستیم. خیلی دلم میخواد بدونم تو اون نقشه که همیشه همراته چی نوشته شده. تو از این نقشه هیچی سر در نمیاری. خیلی خوب، خیلی خوب. پس خودت برام بگو تو اون نقشه چی نوشته شده. درست شد، درست شد حسین. الان همه چیز برای حفاری آماده است. بعدم جوابتو میدم. فعلا بلنشو بیا کار بکن. یالا بلنشو بیا کمک. نه نه، من از جام تکون نمیخورم. تا وقتی هم ندونم که ما اینجا دنبال چی داریم میگردیم دست به هیچ کاری نمیزنم. عاقل باش بسیانی، بلنشو کارت بکن و فردا صبح زودم برو پی کارت. برم پی کارم؟ برگردم قاهره بگم چی؟ به خانوادم بگم تو این 7 سال من چه غلطی میکردم؟ ببین به من نگو که تو این چاه گنجی مخفی شده تو هم نقششو قایم کردی. اینجور قصه مال سینماست. یه مرتبه قسم میخورم، یه مرتبه تو ولایت ما سعیدا یه نفر یه گنج پیدا کرد. توی سعیدا ممکنه، اما اینجا وسط این صحرا غیر ممکنه. اصلا یه سوال مهمتری تو ذهن من هست. من میخوام بدونم تو کی هستی. یه مصر شناس. تو دروغ میگی، تو دروغ میگی. تو پیش خدمت یه رستورانی. اینم کارت هویتت، پیش خدمت کافه امان. میشنوی میتوالی؟ میشنوی؟ این عمو حسین تو همه ما رو خر کرده. اون مصر شناس یا چیزی شبیه اون نیست. پیش خدمت یا مصر شناس چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که عمو حسین، عمو حسین همین. چرا دروغ میگه؟ چرا دروغ میگه؟ پیش خدمتی در لباس مصر شناس. مراقب باش میتوری، مراقب باش. شاید اصلا اون یه جاسوس باشه. بسیانی واقعا اعصابت خراب شده ها. جاسوس؟ عمو حسین، عمو حسین، تو رو خدا ازت خواهش میکنم، من جای پسرت هستم. عمو حسین بگو دنبال چی میگردیم. عمو حسین دارم به دل تماس میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، همه چیزو بهت میگم. کندوکاوه ما امشب تموم میشه. تصمیم داشتم در هر صورت فردا همه چیز رو بهتون بگم. حالا چه پیدا بکنیم چه نکنیم. میتوالی
بیا بشین اینجا. تو راست میگی، من یک پیشخدمت کافه هستم، اما از مصر شناسی هم سررشته دارم. من دنبال گندم میگردم. چی؟ گندم، یه دفینه گندم. دفینه گندم؟ بله. این فقط تو نیستی که دیوونه ای. منم که دنبال تو راه افتادم دیوونه ام. بیشتبی میتوالی؟ میگه ما دنبال گندم میگردیم. گندم اینجا توی صحرا. میتوالی تو خودت از خانواده برزگرایی، آخه میشه اینجا وسط این صحرا گندم به دست بیاد؟ من هرچی عمو حسین بگه باور میکنم. البته برای اینکه تو هم احمقی. 7 سال دنبال چیزی میگردیم که اصلا نمیدونیم وجود داره یا نه. اگه از همون اول بهم میگفتی دنبال گندم میگردی، حالیت میکردم که گندم رو باید کاش، درو کرد، نه اینکه از معدن استخراج کرد. همه میدونن گندم چجوری به دست میاد، اما تو داری میگی زیر این زمین مزرعه های گندم هست. نه، زیر زمین مزرعه گندم نیست، انبارهای گندم دفن شده است. چه کسایی این انبارهای گندم رو زیر زمین دفن کردن ها؟ آلمانیا یا متفقین؟ مصریان عهد باستان. چی گفتی؟ مصریان عهد فراعنه. دیگه دارم حسابی دیوونه میشم. اگه به می گفتی که دنبال دفینه‌ای از طلا میگردی باور میکردم. آخه تو از مصر شناسی چی میدونی؟ اجازه میدی توضیح بدم؟ آدم حسابی، بذار عمو حسین حرفشو بزنه. عمو حسین شما ادامه بدی، من گوش میکنم. درسته، من یک پیشخدمت کافه آمون بودم. این کافه توی قاهره نزدیک موزه ملی مصره. من 20 سال تمام توی این کافه کار کردم. کارمندان موزه بعد از پایان کارشون با اشیا و وسایلشون به این کافه می اومدن. من گاهی سر صحبت رو باهاشون باز میکردم و ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم. حتی بعضی وقتا ازشون میخواستم که سفارشاشون رو به خط ایروگلیف بنویسند. ایروگلیف؟ بله. تو اون مدت من خیلی چیزا یاد گرفتم، مخصوصا از یکی از آشناهام، خدا بیامرزتش. اون از باستان شناسی خیلی چیزا میدونست. به همین دلیلم یه روز تصمیم گرفت که به اسکندریه بره و قبر اسکندر رو پیدا کنه. همون موقع منم تصمیم گرفتم تمام پسندازم رو جمع کنم و برم به جستجوی دفینه گندم. دفینه گندم؟ بله، دفینه گندم.
زنده باد عمو حسین، به کارت ادامه بده. بذار به کارش ادامه بده دیگه آقای بسیونی. توی یکی از اهرام ظرفایی پیدا شد که توی اونها مقداری گندم انبار کرده بودن تا وقتی فرعون دوباره زنده میشه بتونه از این گندم ها بخوره. آخه میدونید مصریای قدیم اعتقاد داشتن که آدما بعد از مرگشون دوباره زنده میشن، مخصوصا فرعونه. میدونم میدونم. مسئله ای که روی ذهن من فشار می آورد این بود، خب این غذای فرعونه، پس مردم عادی گندماشون رو کجا انبار کردن؟ چون مطمئن بودم که مردم عادی هم گندماشون رو جایی مخفی میکنن که هنوز کشف نشده. نشستم و روی این مسئله مطالعه کردم تا تصادفاً به جزوه‌های درسی یک دانشجوی دانشگاه قدیمی شهر تب برخوردم. توی این جزوه دستورات خیلی مهمی نوشته شده بود. چی رو میخوای بخونی؟ تو میتونی همه این رو از خودت در بیاری. خیلی خوب، خیلی خوب. آقای تحصیل کرده، شما بخونید. بفرمایید، بفرمایید. ولی من که بلد نیستم خط هیروگلیف بخونم. دیدی آقای بسیونی بند و آب دادی؟ بذار خودش برامون بخونه. بفرمایید عمو حسین، خودتون برامون بخونید. این جملات از یک حکیم مصر باستانه. اون میگه پسرم همیشه پاک و پاکیزه باش. پسرم هنگامی که طوفان و سیل زمین را فرا گرفت و جایی برای کشت و زر باقی نماند، با یاران خود دست به کار ساختن اهرام شد، زیرا پس از هزاران سال مردم برای دیدن این بناها خواهند شتافت و تو از محل دریافت ورودیه ثروتمند خواهی شد. همین؟ میگم عمو حسین، این حکیم دیگه به خط هیروگلیف ننوشته که مثلا پسرم ورودی را حتما به دلار بگیر. داری منو مسخره میکنی ها؟ خیال میکنی این نصیحت ها اینجا نوشته نشده و من دارم از خودم در میارم؟ نه 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 نه، ابداً ابداً. خب دیگه توش چی نوشته؟ مهمترین نصیحتی که کرده اینجاست. میگه ای پسرم، هنگامی که گندما رو درو می کنید مقدار فراوانی از آن را در دفینه گندم پنهان کنید، زیرا موقعی که در گور زنده می شوید به آن نیاز دارید. مدت 20 سال روی این اسناد مطالعه کردم تا اینکه متوجه شدم هر دهکده‌ای دفینه گندم خودشو داشته. دفینه گندم همون چیزیست که ما امروز بهش سیلو میگیم. مصریان قدیم این سیلوها رو به شکل خمره‌های غول پیکر زیر زمین میساختن و هر مصری موظف بوده که روزای جمعه و سایر روزای مقدس سر این دفینه گندم بره و به مقداری که مرسوم بوده گندم به اون اضافه کنه. تا وقتی دوباره زنده میشن چیزی واسه خوردن داشته باشن. کاملا عاقلانه است عمو حسین. شیرفهم شدی آقای بسیونی؟ اگه مصریای عهد فراینه گندم ذخیره نمیکردن وقتی برای بار دوم زنده میشدن دیگه به کلی از گرسنگی میمردن. بله،
هزاران هزار آدمیزاد، هزاران سال گندم ذخیره کردند. شما حالا حتی نمیتونید تصورشو بکنید که چقدر گندم توی این دفینه انبار شده. خب اگه راست میگی ثابت کن. ها ثابت کن. اما حسین من حرف تو باور میکنم. خیلی خب، حالا فرض کن که این دفینه گندم تو رو پیدا کردیم، خب فکر میکنی چقدر توش گندم باشه؟ خدا خودش میدونه. فقط یک دفینه گندم واسه یه غذای 50 سال ما کافیه. توی این 7 سال ما فقط دیواره های این دفینه رو پیدا کردیم، اما امشب دهانه ورود به این دفینه را پیدا میکنیم. دهانه ورود در 1 متری سطح زمین قرار گرفته، اما خود دفینه حداقل 3000 متر پایین تر از دهان است. اما حسین میگم این گندما برای ما هم قابل خوردن هست؟ البته که قابل خوردنه، مرغوب ترین نوع، درجه 1. که گفتی این گندما قابل خوردنه؟ اما حسین تو واقعا احمق گیر آوردی؟ محاسبات من کاملا درسته. طبق این محاسبه دهانه ورود به دفینه ها اینجاست. یعنی منظورت اینه که به محض اینکه این زمین رو سوراخ کنین از اون گندم میزنه بیرون؟ بله انشالله. یعنی چی؟ یعنی که مثل چشمه همینجوری میجوشه و ما اون وقت اونو بالوله استخراج میکنیم و میرسیم تو کیسای گونی و کنار همدیگه میچینیم. آقای بسیونی عیب کار تو اینه که هیچ وقت خواب نمیبینی، هیچ جور خیال پردازی نداری، به جز واقعیتهای روزانه هیچ چیز دیگر نمیبینی. واقعا متاسفم که خیلی چیزا به یاد دادم، چون تو یک فرد تحصیل کرده خطرناک میشی. منظورت چیه که من خواب نمیبینم یا مثلا تخیل ندارم؟ من یه آدم تحصیل کرده هستم و اعتقاد دارم که گندمو باید کاشت و در پاییز درو کرد، ولی خیلی دلم میخواد بدونم که آخر کار چی میشه. باشه به گود کردن ادامه میدیم. باشه بیا عریف علی. یلا خدایا امید منو ناامید نکن. خدایا این گندم مورد نیاز مردمه، مردم گرسنه. خدایا به این مردم رحم کن. خدایا به این مردم رحم کن. یه متر گود کردیم ولی هنوز به گندم نرسیدیم. مگه نگفت که اگه یه متر بکنیم بهش میرسیم؟ بیشتر گود کن، بیشتر. یه متر و 20 سانتی متر. خدایا من به دقت نقشه ها رو خوندم و حساب همه چی رو کردم. خدایا من همیشه بنده پرهیزکار تو بودم. خدایا خدایا من مستوجب خشم تو نیستم. خیلی خوب مته رو در بیارید. یالا Oh.
فقط تو کشف کردی. پس من اینجا چی کارم؟ من اینجا چه غلطی میکردم؟ جنابالی گندم کشف میکردی و من اون وقت سر بی صاحب میتراشیدم؟ تو فقط میخوای اسم خودت در تاریخ ثبت بشه. واقعا که داری ماهیت خودتو خوب نشون میدی اما حسین. مگه من چه ماهیتی دارم؟ تو آدم خودخواهی هستی و دربند کارای خودتی. تو میخوای به تنهایی وارد تاریخ بشی. خب پس جنابالی هم میخواید وارد تاریخ بشید ها؟ خب بفرمایید، مگه کسی جلوتونو گرفته؟ ببین نتیجه اون همه خدمتی که به تو کردم چی شد؟ حالا داری مسخرم میکنی؟ داری مسخرم میکنی؟ مثلا تو مرد بزرگی شدی، یه مرد بزرگ. میشنوی میتولی؟ دنیا رو میبینی میتولی؟ اون میخواد وارد تاریخ بشه، میخواد به ما بقبولونه که یک مصر شناسه و با کشفیاتی از مصر باستان مردم رو سیر کنه. اون میخواد وارد تاریخ بشه. خب بذار بشه. چه اشکالی داره؟ عمو حسین لیاقتشو داره. عمو حسین بفرمایید وارد تاریخ بشه. گوش کن میتوانی، گوش کن. اون میخواد نتیجه کار ما رو بدزده، میخواد از عرقی که ما ریختیم برای خودش کاسبی کنه. خیلی احمقی بسیونی. واقعا متاسفم که این همه دردسر به خاطر تو تحمل کردم. خیال میکنی تاریخ چیه ها؟ یه سینماست که آدم بلیتش رو میخره و وارد اون میشه؟ خیال میکنی هر کس و ناکسی میتونه وارد تاریخ بشه فقط به خاطر اینکه هوس این کار به سرش زده؟ نه پسر، این تاریخه که آدم رو انتخاب میکنه. ما گندما رو پیدا کردیم میتوالی، شادی کن. چی شده میتوالی؟ داری چی کار میکنی؟ خب معلومه دیگه. میتوالی هم داره اسباب اساسیش رو جمع میکنه تا بره پی کارش. چی شده میتوالی؟ چیزی تو رو ناراحت کرده؟ نه اصلا ابدا. خدای من پس چی شده؟ چرا عشق تو چشات جمع شده؟ عوض این که بگی و بخندی داری گریه میکنی؟ چیزی که دنبالش میگشتیم پیدا کردیم، فهمیدی؟ بالاخره پیدا کردیم. این همه بلا سرش آوردی اون وقت انتظار داری که غمگین نباشه؟ اشک نریزه؟ 7 سال عمرمون رو تو این صحرا تلف کردیم، اون وقت تو میخوای دسترنج ما رو بالا بکشی، میخوای همه شهرت و افتخار فقط نصیب خودت بشه. میتوالی حرفای بسیانی رو باور نکن، من اونی نیستم که این میگه. وقتی روزنامه ها آمدند از کشف ما عکس بگیرن، ازشون میخوام که از هر ستای ما عکس بگیرن. وقتی با ما مصاحبه میکنن هر سه نفر با هم صحبت میکنیم. به شرافتم قسم میخورم که هرچی افتخار و شهرت تو این کار هست بین خودمون سه نفر تقسیم میکنیم. عمو حسین از چه افتخار و شهرتی صحبت میکنیم؟ من اصلا حال اینجور چیزا نیستم. برای من 2 سیخ کباب و یه بسته سیگار و یه استکان چای از تمام افتخارهای دنیا بیشتر میارزه. اصلا شهرت و افتخار و اینجور چیزا رو نمیفهمم. این وصله ها به بسیونی میچسبه. من هم میتوالی هم هم حسین. میتوالی هم اهل اینجور چیزا نیست. فقط وقتی به این آقای بسیونی داشتی درس میدادی، باید بهش یاد میدادی که بفهمه من چه جور آدمی هستم. هم حسین میتوالی جون من خودم درکت میکنم. کاش یه ذره برای من احترام قائل بودی. اما خب چه کار میشه کرد؟ تو منو نمیفهمی. آدمایی مثل منو نمیفهمن. 7 سال آزگار با هم سر یه چاه کار کردیم، اما تو بین ما یه دیوار ساختی. 7 سال تموم من ناز و افاده فروختی. اما حسین من
من نه به سرما فکر کردم، نه قصه گرما رو خوردم. همه چیز رو تحمل کردم، همه چیز رو، هم شنای داغ صحرا رو، هم رفتار این آقای بصیری رو که از اونام بدتر بود. آقای بصیری، تو فکر میکنی من چیزی ندارم که بهش افتخار کنم؟ من تو شهر خودم آدم مهمیم. من میتوالی هستم، میتوالی پاتلا. میتوالی پا چی؟ پاتلا. اما مردم وقتی میدیدن من چقدر خوب بازی میکنم تشویقم میکردن، میگفتن میتوالی پاتلا است، میتوالی آینده درخشانی داره. چون واقعا خیلی عالی بازی میکردم من. حسین مزخرف میگی پسر. اگه تو واقعا بازیکن خوبی بودی که الان عضو یه باشگاه بزرگ میشدی و اسمت سر زبونا میافتاد. اتفاقا منو برای یه باشگاه بزرگ خواستن. 12 ساعت طول کشید تا مربی اومد سراغم. قسم میخورم من حسین، من 12 ساعت تمام عضو یه باشگاه گنده بودم. اما وقتی مربی اومد تا بازی منو تماشا کنه، نتونستم بازی کنم. پام اینه چوب خشک شده بود، نتونستم بدونم. چرا؟ هول شدی؟ ترسیدی؟ من هیچ وقت نمی ترسم. نه، ناشتایی نخورده بودم. خب اگه می دونستم که باید 12 ساعت اونجا منتظر بمونم، اقلا یه چیزی میخوردم. تا الان اسمم سر زبونه افتاده بودین، آقای بسیونی هم اسم من شنیده بود. اصلا تا حالا برای خودم آدمی شده بودم، شدم تا حالا کاپیتان شده بودم. پس چرا این چیزا رو زودتر نگفتی؟ چرا باید میگفتم؟ مگه همه چیزو باید گفتم حسین؟ خیلی خوب میتونی، خیلی خوب، عصبانی نشو. اگه رنجوندمت معذرت میخوام. گذشته ها گذشته. امروز رو دریاب که ما باید با هم جبهه مشترکی بسازیم و الا بلعیده میشیم. بس یعنی تو واقعا یه چیزیت میشه ها؟ آخه پسر، کی میخواد تو رو ببله؟ خود جنابالی؟ بنابر خدا از این بشر دوپا. پس فکر میکنی که میتواری برای چی اینجوری قصه میخوره و عشق میریزه ها؟ برای که تو به این روزش انداختی. اما از تو خجالت هم میکشه، نمیخواد تو روی تو وایسه، بنابراین تلافیش سر من در میاره. منم تحمل میکنم، صدام در نمیاد، چون هرچی باشه ما با هم رفیقیم، ما با هم نون و نمک خوردیم. عیبی نداره میتواری، عیبی نداره، نگران نباش، همه چی درست میشه. من نمیذارم حق تو ضایع بشه. ولم کن، بذار به حال خودم باشم. اما من اصلا بابت یه چیز دیگه غمگینم. میدونی غم من از اینه که کار ما تموم شد. به سلامتی دفینه گندم پیدا شد، از فردا بیکاری منم شروع میشه، باید در به در دنبال کار بگردم. من تمام عمرم نصفی از سال بیکار بودم، اما با تو هم واسه 7 سال بود که کار داشتم، 7 سال بود که نگران بیکاری نبودم. از مرد حالا بدبختی من شروع میشه. میدونی هم حسین، مردی که کار نداشته باشه یه غازم نمیارزه.
آدم کم عقل. کی گفته کار تموم شده؟ کار هنوز شروع نشده. از فردا صدها کامیون میان اینجا تا این گندما رو ببرن واسه مردم. تازه از فردا کار ما شروع میشه. تو خیال میکنی کار ما فقط این بود که این دفینه ها رو پیدا بکنی؟ نگران نباش میتولی، ما تا 50 سال دیگه هم کار داریم. یه مدتی روی این دفینه کار میکنیم، بعد میریم سر دفینه های بعدی. و خودت هم خوب میدونی که چقدر دفینه تو این صحرا هست. تو رو خدا راست میگی عمو حسین؟ البته که راست میگم. خب دیگه قصه نخور، دیگه بیکاری تموم شد. ما 3 نفر تا روز مرگم بیکار نمیمونیم. عمو حسین، یعنی برای همیشه اینجا میمونی؟ البته. از تکلیف دانشگاه من چی میشه؟ بعدا راجع به این مشکل صحبت میکنیم. فعلا باید برم چند تا تلگرام بزنم. هر روزه که این پول تو جیبم مونده. حالا؟ بله، همین حالا. بهتر نیست فردا بری تو روز راهتو بهتر میتونی پیدا کنی. از اینجا تا نزدیکترین اداره پست و تلگراف هم چند فرسخه. صحرا هم پر از گرگه. نمیتونم تا فردا صبر کنم. باید هر چه زودتر این تلگراما به دست روزنامه‌ها و مقامات مسئول برسه. رادیو تلویزیون هم باید با خبر بشن. فردا همه از کشف ما صحبت میکنن. بازم که بهم کلک زدی نه حسین. اگه زودتر بهم میگفتی من لااقل یه پیرهن نوع اوتو کشیده تهیه میکردم. اگه با این لباسا عکسو بندازن تو روزنامه که همه فکر میکنن قاتل فراری هستم. باید عجله کنم. نگران من نباشید، تلگرام میزنم و فوری برمیگردم. عمو حسین، مراقب خودت باش، مراقب گرگا باش. نگران من نباش. میگم آقای بسیونی، هیچ کار خوبی نکردیم در عالم دوستی گذاشتیم تنهایی براها. من باش بیرم. کجا؟ دیگه صبر کن، اگه تنهام بذاری گرگا تیکه پارم میکنن. نه ببین، یه آتش روشن کن، هیچ گرگی جرعت نمیکنه بهت نزدیک بشه. من فکر کردی فقط خودت پاتلایی هستی و ولدی بودایی ها؟ آقای بس، بسیونی میتوالی رو تنها گذاشتی آمدی؟ نگران نباشم واسه، بهش یاد دادم که چجوری آتیش روشن کنه. اگه یاد گرفته باشه دیگه هیچ جونوری بهش نزدیک نمیشه. هم واسه میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو چی میخوای بگی؟ تو میخوای اسم من و میتوالی رو کنار هم تو یه تلگراف بنویسی؟ البته، چرا که نه. آخه عمو حسین خودت بهتر میدونی، میتوالی انگلیسی بلد نیست. خب ممکنه که با ما مصاحبه های جور و واجوری بکنن. البته توی اینجور کنفرانس ها مهمون های خارجی هم هستن. مثلا یکی از میتوالی بپرسه که What is your name؟ آره حق با توه، میتوالی اصلا انگلیسی بلد نیست، ولی انصافا کار گذاشتن چرخه چهار خوب بلده. خب حالا اگر یه نفر ازش پرسید What is your name؟ شما واسه ترجمه کنید. حموسه یه خورده یواشتر بادو، از نفس افتادم. یواشتر از این؟ من دیگه نمیتونم حموسه، دیگه پاهم نا نداره. خب برگرد پیش میتوالی. تنهایی برگردم. خب پس میگی چی کار کنم؟ حموسه عمو حسین منو کول کن. کولت کنم؟ تو رو قسم میدم به هر کسی که میپرسی، منو مثل اون موقع بچگی ها کول کن.
اما حالا که دیگه بچه نیستی. اما حسین من دیگه نمیتونم راه برم، از پا افتادم. اما حسین ای آسمان چه شگفت‌انگیزی داری شعر میگی ها؟ اما حسین آسمون رو نگاه کن، ستاره های آسمون این صحرا با همه جای دیگه فرق داره. من از تو تعجب میکنم که با اون همه قدرت ذهنی زیبایی و رمز این اقیانوس لاجوردی که بالای سر ماست احساس نمیکنی. حقیقت اینه که یکی سواری بگیره یکی سواری بده. اونایی که سواری میگیرن حس زیبایی و درکش و زیباییشون بیشتر از اونایی که سواری میدن. ای آسمان چه شگفت‌انگیزی تو، ای آسمان چه شگفت‌انگیزی تو. نمیدونی چه کار خوبی کردم که همراه عمو حسین بیچاره رفتم میت، ولی خیلی شانس آورد. مأمور پست تلگراف مداد نداشت. آخه میدونی تلگراف ها رو فقط باید با مداد نوشت. خب منم به عنوان یک تحصیل کرده همیشه یه دونه مداد همراهم هست. میت ولی خوابی؟ بذار بخوابه بابا، بعد از 7 سال این اولین شبیه که گرفته خوابیده. درد پیچیده تو شونم. شاید از روماتیسم باشم حسین. روماتیسم چیه پسر؟ فکر میکنم روزگار قدار منو مبتلا به سرطان شانه کرده. یه حرف رو نزن اما حسین، میترسم. سرطان شانه چیه؟ بگو روماتیسم، آن هم از نوع خفیف آن. شایدم از روماتیسم باشه. شایدم از کول کردن جنابالی باشه. شب بخیر بسیانی. فردا دنیا زیر و رو میشه. خواهش میکنم نظم رعایت کنید لطفا. خواهش میکنم. به هیچ وجه عکس نگیرید. فعلا عکس نگیرید. عکس گرفتن فعلا قدغن. خواهش میکنم ما که هنرپیشه سینما نیستیم، ما قهرمانان گمنام هستیم، ما از متن مردم هستیم. چطوری تونستیم سختی های زندگی رو در صحرا 7 سال تمام تحمل کنیم؟ سؤال بسیار بسیار خوبیه. بگذارید من جواب این سؤال رو بدم. 7 وقت به سرم زد که این کار رو رها کنم و پی یک کار دیگه ای برم، درست همون موقع یک مرتبه به یاد شکمهای گرسنه فقیر بیچاره های مملکتم می افتادم که با چشمان ملتمس از من می خواستم که به جستجوم ادامه بدم. البته خیلی از اوقات رفقای همکارم حسابی مایوس می شدن و من مجبور می شدم به اونها جرأت بدم تا باز هم سر ذوق و شوق بیان و به کارشون ادامه بدم.
چطور تونستم این کارو بکنم؟ بله برای اینکه بخشی از مطالعات دانشگاهی من مربوط به ایجاد ذوق و شوق در دیگران میشه، بنابراین من از تخصصم استفاده کردم. خواهش میکنم قرارمون این بود که عکس نگیرید. عکس نگیرید ما که هنرپیشه سینما نیستیم. من یک فرد عادی هستم. Cheers. 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 Cheers